درود بر همه عزیزان و امیدوارم همه حالتون بسیار بسیار خوب باشه و اجازه بدید که اول ازتون معذرت بخوام که من فعلا تا یک مدتی نمیتونم بیشتر از 2 روز ماکسیمم 3 روز برنامه داشته باشم. کارهای زیادی هست که باید انجام بدیم برای هم نوروز هست، هم جابجایی ساتلایت ما هست. ما داریم، ما 3 ماه تقریبا ترای کردیم که روی 3 تا ساتلایت برای ایران و اروپا بریم و در ایران اشکالاتی که خب با جمهوری اسلامی در تهران داشتیم یه چیز دیگه بود که پیش بینی هم می‌کردیم، ولی در اروپا به نتیجه خوبی نرسیدیم و ناچارن داریم قرارداد می‌بندیم برای روی هاتبرد و امیدوارم که هر چه زودتر بتونیم روی هاتبرد بریم، برای اینکه زمان خاصی است و ما می‌خوایم هر چه زودتر روی هاتبرد باشیم. کسانی که صدای منو میشنون، البته توی هفته آینده بیشتر راجبشون صحبت میکنم، ولی امروز 2 مهمان دارم و مایل هستیم هر 2 مهمان رو متاسفانه از روی تلفن دارم میان، اگر از روی یکیشون از روی میتونست اسکایپ بیاد بهتر بود که ما بتونیم یه نفر از اسکایپ داشته باشیم، یکی روی تلفن. حالا بچه های کنترل صحبت کنم ببینن اگر این مسئله رو بتونیم حل کنیم که خیلی خیلی بهتر خواهد بود. دلیل این که ما اجازه بدید ببینیم که روی 2 خط ما با 2 نفر از مسائلی که در 2 هفته پیش 3 هفته پیش اتفاق افتاد و اگر دقت کنید برای اولین بار آقای رضا کحلیلی در برنامه ما اعلام کردن که به وسیله یکی دیگه از همکاران اینتلیجنس سرویس سابق ایران گفتن که متاسفانه آنچه که اتفاق افتاده نیروگاه فردو از درون اشکال گرفتاری های شده و تعدادی از افراد در اونجا ماندند، ولی ما در این وسط بعد متوجه شدیم که کاخ سفید این رو گفت ما نمیتونیم تایید کنیم. به همین دلیل از هر 2 تا آقایان خواهش کردیم که در برنامه امروز شرکت کنن و از اتاق کنترل خواهش میکنم که از یه نفر، یکی از دوستان خواهش کنید که حتما با اگه بتونن با یکیشون با اسکایپ بیاد. الان صحبت میکنیم. درود بر شما، ببخشید خیلی خیلی معذرت میخوام چون هر 2 تاتون روی تلفن هستید، اگه کاش یه نفر روی تلفن بود یکی اسکایپ راحت تر بود برام. درود بر شما، بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. ممنونم. من میتونستیم هر 2 رو اسکایپ هم بیایم، ولی کن ممنونم که ما رو داریم. در حال من دوست داشتم هر 2 تا با هم صحبت کنیم و الان بچه ها تلاش میکنن که یکی از شما ها امکان داشته باشه که روی اسکایپ بیاید، که خیلی خوشحال میشیم که بتونیم هر 2 تا رو با هم داشته باشیم که از طریق اسکایپ هم صدا، یا هر 2 تا رو اسکایپ باشید که عالیه. من میتونم همین الان قطع کنم بیام رو اسکایپ. آقای زاکری هم میدونم میتونم بیام رو اسکایپ. اگر این محبت میکنید من توضیح میدم راجع به اتفاقاتی که افتاده تا شما تشریف بیارید. خواهش میکنم روی، اگر امکان داره بیاید روی تینک روم 2012 اگه امکان داره، اگه نه برای خودتون هر جا راحت تره به ما بگید که ما اونجا شما رو بگیریم. اگه بتونین آف به من آیدی تون رو دوباره بدن یک دنیا ممنون. آقای مثل که اصلا اومدن، آقای همین رضا اومدن رو اسکایپ، فقط شما هستید و شما رو تلفن میتونید بمونید اگه نخواهید رو اسکایپ بیاد. خواهش میکنم، بلی... من میمونم. اوکی، اجازه بدید. آتوبای من رو اسکایپ هست. بله، خیلی خیلی متشکرم از اینکه عرض کنم که دوستان، اولا اجازه بدید که ما بعد از این خبری که پخش کردیم بسیار تلفن‌های متناوب و زد و نقیزی داشتیم که بعضی ها حتی در داخل ایران به ما زنگ می‌زدن که ما صدای اونطوری رو نشنیدیم. البته ما نمی‌دونستیم از کجا هستن، اونا هم از ترسشون نمی‌گفتن که از کجا هستن و چگونه می‌خوام با ما صحبت کنن. اما اون چی که مهم است این است که بعد از اینکه هر 2 شما این خبر رو تایید کردید و روزنامه‌های آمریکایی هم نوشتن، اول سوال کنیم از شما این هست و بعد ما با فیلمی که هست نشون بدیم که چرا کاخ سفید اینو تایید نکرد. بشه بدید از آقای زاکری بپرسم اول اگر اجازه بدید. آقای زاکری ممکنه لطف کنید بگید که این اطلاعات دقیق بوده و
دلیلش اگر دقیق بوده چگونه هست که همچین چیزی رو دولت آمریکا رد میکنه؟ موضوع چیست؟ درود بر شما، درود بر آقای کعلیلی و بینندگان شما. خدمت شما عرض کنم که اطلاعاتی رو که بنده دریافت کردم از منابع درون ایران دال بر وقوع یک انفجار در زیرزمین پایگاه هسته‌ای فردو بود که این پایگاه حداقل 93 متر در زیر زمین، یعنی در زیر کوه ساخته شده و با استحکامات خیلی بالا. خبر اولیه بنده بر این مبنا حاکم بود که این انفجار در زیر این به اصطلاح پایگاه به وقوع پیوسته و در اثر این انفجار موانع خروجی به طور کلی بسته شده و پس از اون دیگه بنده خبری نداشتم و پیگیر خبر بودیم از منابع خودمون که دومین مسیر خبر رو دریافت کردیم و بلافاصله پس از اینکه آقای کحلیلی زحمت کشیدن و این خبر رو انتشار دادن، پس از 24 ساعت کلیه به اصطلاح روزنامه ها و سایت های خبری درجه اول و به اصطلاح مورد اطمینان در جهان این خبر رو تایید کردن و یکی از منابع اطلاعاتی اسرائیل هم این خبر رو تلویحاً مورد تایید قرار دادن. پس از اینکه این خبر در روز یک شنبه در اوج خود بالا گرفت و شما اولا در NITV اون رو اعلام کردین و پس از اون به سایت های ایرانی کشیده شد این خبر، به سایت های فارسی زبان و متعاقبا این خبر در سرتاسر ایران به شکلی پخش شد که همگان از وقوع این حادثه به صورت کلی مردم عادی خوشحال بودند، چون از نوع رفتار و عملکرد رژیم دل خوشی ندارن و میدونن که تمام مصیبت هایی که بر سر اونها میاد به دلیل این نوع طرز فکر و افکار اونها و پیگیری مسائل هسته‌ای و زیرزمینیه. بنابراین مردم درون ایران خوشحال شدن. بنده به نوبه خودم از مسیرهای امنیتی و اطلاعاتی پیگیر این خبر بودیم تا اینکه خب متوجه شدیم، خب برای من هم یک سری اخطارها می اومد از خارج از کشور نه از داخل ایران که چرا این خبر رو بدون هماهنگی شما ارائه دادین، چرا بدون هماهنگی قبل از اینکه یک سازمان اطلاعاتی این خبر رو تایید کنه شما چرا دست به اقدام به انتشار این خبر دادین؟ که خب ما اون ایده های خودمون رو داشتیم با آقای کحلیلی و بر اون به اصطلاح نظر داشتیم که جمهوری اسلامی رو بیش از پیش افشا کنیم، در صورتی که جمهوری اسلامی در مرحله‌ای بود که دهه فجر در شروع شدن بود. دهه فجر معمولاً دهه‌ای که جمهوری اسلامی بالون‌های تبلیغاتی خودش رو هر سال هوا می‌کنه و این اتفاق دقیقاً قبل از 22 بهمن اتفاق افتاد و همزمان که این خبر اتفاق درون ایران به وقوع پیوست، جمهوری اسلامی به وسیله منابع اطلاعاتی و امنیتی و نظامی خودش، چون این پایگاه فردو جناب آقای آتابای یک پادگان نظامیه و در به اصطلاح قسمت شرقی یک کوه واقع شده، از دید عادی مردم خارج و فقط صرفاً به وسیله چشم مسلح یا چشمی که بتونه در اون منطقه بتونه قدم بزنه که از بعیدات هست میتونه اونجا رو ببینه. بنابراین انفجاری که اتفاق افتاد، این انفجار در عمق زمین بوده و هیچ کسی متوجه این انفجار نشده. ما دلیل یا ادعایی بر این که انفجاری رخ داده و دودی بیرون اومده یا مسائل مختلفی این رو ادعا نکردیم. ادعا کردیم این انفجار درون زیرزمین این پایگاه بوده و 100% و قاطعانه این رو پیگیری کردیم و اخبارهای متعددی پیرامون این به دست آوردیم. حالا در چه ابعادی آمریکا دست به انکار این خبر زد؟ یعنی سخنگوی کاخ سفید با بی اطلاعی از این خبر اعلام کرد که این خبر رو به اصطلاح نمیتونه تایید کنه و هیچ گونه اطلاعاتی نداره و خبر رو موثق نمیدونه. متعاقبا بعد از یک روز رویترز، خبرگزاری رویترز با سخنگوی آژانس انرژی اتمی صحبتی داشتن و از قول اون آژانس اعلام کردن که نظرات ایران رو مبنی بر اینکه انفجاری رخ نداده قبول دارن. این در این حد اعلام شده بود و این اعلان هم به وسیله آقای سلطانیه به
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقال داده شده بود که اونها اطمینان خاطر داده بود که اتفاقی نیفتاده در پایگاه فردو. بر همین مبنا خبرگزاری رویتر متعاقباً در اعلام خبر اعلام کرد که آژانس انرژی اتمی یک روز بعد از ادعای انفجار در 21 ژانویه از این پایگاه دیدار داشته، در صورتی که خود ورلد نت دیلی این خبر رو پیگیری کرد با درخواست از سازمان انرژی اتمی، آژانس انرژی اتمی در وین اعلام کردن که شما همچین چیزی رو فرمودین. اونها گفتن ما در منبع، یعنی ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم این خبر رو رد یا تایید کنیم و هیچ گونه اعلام هم نمی کنیم که بازدید داشتیم یا نداشتیم، در صورتی که اصلا بازدید نداشتن. آخرین بازدید آژانس انرژی اتمی از فردو 18 آگوست سال 2012 بوده و در 18 ژانویه هم که در ایران بودن، ایران نپذیرفت که اینها از اونجا بازدیدی داشته باشن. حالا دلایلی که آمریکا با این خبر دو جانبه، یعنی دو پهلو برخورد کرد، خب آمریکا در حدود 3 ساله که در رابطه با ایران و گفتگو با ایادی و دست نشانده های رهبر جمهوری اسلامی ایران به وسائلی در حال گفتگو و به اصطلاح رابطه های زیرزمینیه و مسائل خودش رو دنبال میکرد. ایران هم به نوبه خودش خب خبر این انفجار میتونه برای خود ایران در انظار عمومی مردم ایران با اون وضع اقتصادی و در انظار بین المللی اشکالاتی رو ایجاد کنه اگر این خبر فاش میشد که اون قدرت نهایی رو برای نشستن سر میز با 5+1 نخواهد داشت، در صورتی که این خبر تایید بشه و به صورت خیلی محرمانه با این خبر برخورد کرد و زیرکانه سعی کرد از زیر به اصطلاح تایید این خبر در بره. اگر شما شاهد باشین یک تحقیقی بکنید میبینید که بعد از اینکه این خبر انتشار یافت 48 ساعت بعد از طریق یکی از نماینده های مجلس به نقل قول از معاون سازمان انرژی اتمی اعلام شد که این خبر رو تکذیب میکنن، یعنی هیچ کلام مستقیمی از رئیس و معاون سازمان انرژی اتمی بر مبنای تکذیبیه تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم حتی در سایت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام نشده. تنها چیزی رو که در سایت انرژی اتمی ایران تا این لحظه که الان صحبت میکنیم نوشته شده، اعلام کرده که آقای جزائری یک پاسدار بسیجی که اصلا ربطی به مسئله هسته‌ای ایران نداره این مسئله رو تکذیب کرده. و دومین خبر تکذیبی هم که در سایت انرژی اتمی ایران شما ملاحظه میکنید، اعلام به اصطلاح تکذیبی، نه اعلام بیخبری کاخ سفید و سخنگویه که در سایت انرژی اتمی خود ایران فقط شما این دو خبر رو میبینید و تمام خبرگزاری های جمهوری اسلامی با استناد به کاخ سفید این خبر رو رد کردن. هیچ منبع رسمی درون ایران، چه وزارت خارجه، چه سخنگوی دولت و حتی خود سازمان انرژی اتمی تا این لحظه این خبر رو تکذیب نکرده و نمیتونن تکذیب کنن، چون واقعیت بر اینه که اتفاق افتاده. حالا اگر اروپا و آمریکا تومعنینه با این خبر برخورد کردن، خب مسائل سیاسی در کنارش هست، مسائلی که خب اینها پایگذاری هایی کردن، سرمایه ای رو هدر دادن، رفتاری رو داشتن با جمهوری اسلامی که اینها رو پای میز بکشونن و به نتیجه مطلوب خودشون برسن که تا این لحظه نرسیدن. و امروز هم که شما دارین میبینید آقای خامنه ای آب پاکی رو ریخ رو دست تمام اینها. البته من صحبت زیاد دارم در این رابطه، در این لحظه سعی میکنم یک استاپی داشته باشم که اگر سوالی شما دارین یا آقای کهلیلی محترم امری دارن بفرمایید، من دوباره در خدمتتون هستم. بله، عرض کنم که آقای کهلیلی نظر شما چی هست؟ دلیل ببینید در این حالت در خود آمریکا از لحاظ سیاسی بگذریم از احزاب مختلف که دموکرات، ریپابلیکن، چپ، راست یا اینکه گروه های دیگه هستن، مشکلات بزرگی در چند سال گذشته در آمریکا پیش اومده و در سیاست های جهانی آمریکا. بعضی ها اینا رو برمیگردونن به سالهای 1979، بعضی ها میگویند شروع شدن تمام این تحولات که دوچار خطرناکترین موقعیت تا حتی برای خود آمریکا و جهان آزاد شده، اشتباهاتی است که در اون نقشی که داشتن و اون فکری که داشتن که حالا معلوم نخواهد برای چی هست، تبدیل کردن حکومت هایی که
دوستاشون بودن به حکومت‌های دشمن و در ضمن گروه‌های بسیار تندروی جهانی رو آوردن. الانه که آقای اوباما برای دور دوم اومده، در دور اول تا 2009 تا حتی من بارها در برنامه اعلام کردم و تا حتی به گوش بعضیا رسید و اونم بیان کردن که در 2009 آمریکا از ملت ایران که میلیون ها نفر به خیابون از جوان اومدن هیچ حمایتی نکرد. و دلیل اینی که ایران رو که الان ما میبینیم در این موقعیت خطرناک هست، هم برای خود مردم ایران، هم برای منطقه و هم برای منافع جهانی و به صورت بسیار یک بعدی و بدترین نوع، یعنی اگر ما بگیم آلمان فاشیست برای نژاد پرستی داشت آدم میکشت، اینجا دیگه برای مسئله نژاد نیست، از نژاد گذشته باورهای افراد رو و حقوقهای انسانی رو دارن میکشن. مسئله به نظر شما چی بود که کاخ سفید اصلا رد کرد این مسئله رو و واقعا آیا فرهود هنوز از کار افتاده؟ آیا این وضعی که هست هنوز اطلاعات جدیدی هست که دانشمندان ایرانی زر زیر خاک موندن با یه عده از در هر حال روسا و کره‌ای‌ها یا هر کسی دیگه، ما که نمی‌دونیم از کدوم کشور اینا رو بردن اون تو، آیا هنوز در اون وضع فکر می‌کنید هست؟ و بعد مامورای امنیتی در داخل ایران هیچ گزارشی، اونهایی که با حکومت خوب نیستن و اونهایی که مثل شماها ول کردن اون مملکت رو و اون حکومت رو و اومدن در مقابل حکومت ایستادن، آیا اونا نظری دادن و تا حالا میتونن بدن؟ آیا تماسی هست؟ خب ببینیم، با درود به شما، درود به آقای زاکری عزیز و به بینندگان عزیزتون. ببینیم این مسئله خیلی پیچیده است. اولا همه راجع به این خبر وقتی اومد بیرون و همونطور که آقای زاکری گفت، بعد از 48 ساعت دیورت، اشپیگر، تایمز آف لندن، جروسلم پوست، هرتز، تمام میجر میدیای دنیا اینو کاور کردن و اون سورس اسرائیلی خودش به تایمز آف لندن اینو تایید کرد. در یک حالتی یه کمپینی از طریق کاخ سفید به نظر من علیه این خبر شروع شد که رویترز آنی با سازمان انرژی اتمی تماس گرفت و سازمان انرژی اتمی یک ایمیل به رویترز داد که ما وقتی ایران گفتن چه اتفاقی نیفتاده، گفت ما این صحبت ایران رو قبول داریم، تایید میکنیم و طبق ابزرویشن ما، طبق نظارت ما همچه اتفاقی نیفتاده. رویترز به فاصله 4 ساعت این خبر رو عوض میکنه و ادامه میده که از ایمیل سازمان انرژی اتمی، یعنی تحلیل میکنه، به جایی که رویترز یه سازمان خبریه باید اون گفتاری رو که شده انتقال بده، حالا میاد تحلیل میکنه، میگه بر اساس گفته ایمیل سازمان انرژی اتمی ناظران سازمان اینجا رو رفتن دیدن فردا رو و هیچ انفجاری در اون تاریخ رخ نداده. در این حال اسوشیت پرس هم میاد همینو رپلیکا میکنه، دوپلیکت میکنه و وسیع‌تر با هدلاین میزنه که ناظران سازمان انرژی اتمی رفتن سایت رو دیدن همچی چیز نشده. ما آنی با سازمان انرژی اتمی تماس گرفتیم، طرز مورد دیلی درخواست کردیم که توضیح بده برای ما، اول همه یه اتفاق افتاده یا نه افتاده، یعنی خیلی شفاف بگه، دوم همه آیا ناظرانشون این سایت فردا رو رفتن نظارت کردن بعد از روز 21 جنوری که میگم نه افتاده. ما پاسخی که گرفتیم که اینش توی آرتیکل گذاشته شد این بود که نمیتونه تایید بکنه و نمیتونه رد بکنه و نمیتونم بگه که ناظران توی سایت بودم. پس بنابراین سازمان انرژی اتمی شد وسیله‌ای برای این کمپین کاخ سفید که بیاد سریعا این مسئله رو انکار بکنه. و خود سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفتش که ما اطلاعی نداریم ولی این خبر هم تایید نمی‌کنیم. بنابراین اهمیتش اینه که هر کشوری بخواد الان بگه که ما میدونیم این اتفاق افتاده، باعث میشه که رژیم جمهوری اسلامی اون وقت پیشتاز بکنه این گفتگوهایی رو که قرار انجام بشه تو قزاقستان، کنسل بکنه و اصلا بره به سوی مسئله اتمیش و
خیلی کارهای دیگه بکنه که دیگه واقعا اینا دستاشون بسته بشه. و اگه شما توجه کرده باشیم سوالی که میکنین، تمام مشکل کاخ سفید زیر ریاست جمهوری آقای اوباما این بوده که اینا سعی کردن با صحبت به وسیله دیالوگ، به وسیله اینه که با رژیم دست به سوی رژیم دراز بکنن، اینا رو برگردونن در فکر خودشون و باز بدارن از ادامه این مسئله اتمی و در همزمان هم کاری بکنن که اسرائیل حمله نکنه به ایران. نگرانی آقای اوباما بیشتر این بوده که اسرائیل حمله نکنه تا اینه که رژیم دست پیدا بکنه و جلو بره پیش بتازه در برنامه اتمیش. بنابراین حالا رسیدن به جایی که واقعا جوابی ندارن و من از روز اولم گفتم آقای اوباما یک حکومت اسلامی اتمی در ایران رو قبول کرده، برای اینکه تمام حرکاتی که کرد از اون به بعد در این بود که روابط رو حسنه بکنه و قول داد به کشورهای خلیج فارس. از روز اول خانم کلینتون قول داد به کشورهای حوزه خلیج فارس که ما دامنه دفاعیمون رو گسترش میدیم به حوزه خلیج فارس. یعنی چی؟ یعنی میوچری اشود دیستراکشن، یعنی اون حفاظت اتمی رو گسترش میدیم برای منطقه که هر کسی حمله اتمی به شما کرد ما با حمله اتمی پاسخگو خواهیم بود و به خیال خودشون این یک بازدارنده میشد. ولی الان وضعیت اتمی ایران خیلی فراتر از مسئله انریچ کردن اورانیوم رفته. اینا نه تنها به دانش ساختن بمب اتم دست پیدا کردن، بلکه به احتمال خیلی خیلی زیاد ساختن، حتی تست شده که این تست تو کره شمالی شده. ولی طبق خبرهایی که از افراد درون رژیم سازمان امنیت و غیره میرسه رسیده به من و گزارش هم دادم اینو، اینا آخرین مشکلشون اینه که این کلاهک اتمی رو سوار بر موشک ها بکنن و این همه مشکلیه که کره شمالی داره، اینا دارن با هم همکاری میکنن. بنابراین من فکر میکنم که به یک بنبست اساسی رسیده این پالیسی آقای اوباما، به یک بنبست اساسی رسیده. همونطور هم که آقای زاکری فرمودن، امروز هم که آقای خامنه‌ای آب پاکی رو ریخت رو دست آقای اوباما و جو بایدن، گفت صحبت مستقیمی نخواهد شد. بنابراین تمام این صحبت‌های پنج به علاوه یکم در ادامه صحبت‌های قبلی خواهد بود که ایران موارد انریچ شده رو به بیرون نمیده، بمب اتم دست پیدا میکنه. و من اینجا ضمانت میکنم که وضعیت اقتصادی ایران بدتر از این خواهد شد. دلار در بازار آزاد به 7,000 تومان 10,000 تومان خواهد رفت. وضعیت اقتصادی بسیار بده، الان گزارش هایی که میرسه وحشتناکه و مردم ایران در خطر بزرگی قرار دارن. دوباره میگم تمام فعالیت ما بر این اساسه که دست این رژیم رو بکنیم، به اپوزیسیون بفهمونیم که واقعا الان زمانشی که اتحاد باشه، یک سخن باشه، یک صدا باشه و مردم رو متحد بکنیم. برای اینکه واقعا اگر ما نتونیم این نشینی رو ساقط بکنیم، خطر برای کشورمون و تمام همیهنان عزیزمونه. آقای شهلیلی و آقای زاکری، یک سوال در اینجا پیش میاد که همه ما، یعنی من به عنوان یک آمریکایی و ایرانی آمریکایی متوجه نیستم که هنوز که هنوزه معمولا آمریکا طبق آنچه که در گذشته و اطلاعاتی که ما داریم بعد از 30 سال اتفاقاتی که میفته یواش یواش واقعیت‌ها رو میگه، ولی هنوز مسئله اینه که چرا جمهوری اسلامی رو جانشین کرد با یک حکومتی که ما اصلا ادعا نداریم که اون حکومت حکومت سوئیس بود و هیچ نقصی نداشت، مگه خود آمریکا بدون نقصه؟ همه دنیا نقص دارن. ولی چگونه جابجا کرد با یک حکومتی که از ایران شروع بشه و بعد نش کنه در کنار القاعده و گروه های دیگه نش کنه حکومت های دینی و اسلامی رو با اون نوع تفکر در قرن 21 که انسان ها ارزشی وجود نداره براشون؟ و بعد شما فکر میکنید که آقای اوباما چه نفعی میتونه داشته باشه از این مسئله؟ برای اینکه همین الانه فاجعه ای که داره و
گاهی وقتا نشون داده میشه و آقای اوباما مرتبا صحبت از کمی بودجه میکنه و بدهکاری‌هایی که به چین بوده و کشورهای دیگه وجود داره، آیا خود آمریکا نقشش در این وسط واقعا چی هست؟ به کجا با ایران میرسه؟ چند سال هست که با ایران صحبت کردن، ایران نه حاضر هست با آن چیزی که به دست آورده آخونده اونو پس بدن. در ضمن تنها راهی که آخونده باز بتونن بمونن چی هست؟ همین راهیست که تا حالا رفتن، کشتار، تهدید به کشتار عمومی و تهدید تا حتی کشورهای دیگر رو. بنابراین بمب اتمی و موشک‌های غار پیما و موشک‌هایی که بتونه کلاهک اتمی داشته باشه ایران رو در یک مرحله دیگه به عنوان یک حکومت عادی که نیست در مقابل دنیای آزاد قرار خواهد گذاشت و تا حتی منطقه در نفتی رو هم میتونه به خطر بندازه. بنابراین چرا باید حکومت آمریکا، حالا تنها اوباما نیست، این اشکالات بیشتر بوده ولی حالا آقای اوباما دیگه به طوری نمیدونم، خدا کنه که هممون اشتباه میکنیم، ولی به چه وضعی دارن پیش میرن؟ تا کی؟ چون اگه بنا باشه این الانه از دیروز هم که باز متوجه شدید که تحریم ها رو سریعتر کردن، ولی ما داریم میبینیم که آقا اینها اهمیت هستن به اونچه که به مردم برسه گرسنه بشن. اینها فکر میکنن که مردم که گرسنه شدن بعد میان میگن آقا تقصیر آمریکا، شما بلند شید، ولی آقای احمدی نژاد بلند میشه در زمانی که خودشون نون ندارن بخورن، میرن در مصر و در جای دیگه و پیشنهاد میکنن که ما به شما پول بدیم. و این مسئله رو شما خود سیاست آمریکا در گروه های امنیتی آمریکا رو چگونه میبینید؟ چون الان در همین در هم ریختگی که در سنا هست، در پارلمان هست برای بودجه، همین الانه داشت آقای پاندرا میگفتش که آقا بودجه ارتش رو کم کردن یعنی ضعف ارتش. شما الان اطلاعات ما، قدرت ما داره کم میشه به خاطر که شما بودجه دیگه رو که واقعا زیاد خرج میکنید به جایی که خرج کنید میاد بودجه ارتش رو کم میکنید. و اینا به نظر شما ها که در امور حساب امنیتی بودید، آیا در درون ایران همه اونهایی که در درون امنیتی هستن الان آماده هستن که ایران رو نابود کنن و به خاطر آقای خمینی یا چند تا آخوند دیگه و خودشون هم باشون همراه آقای خمینی و آقای دیگران برن به بهشت اونای اون بهشتی که اونا میگن؟ حالا ما که خبر نداریم، بالا واقعا به جهنم میرن یا بهشت، ما که خبر نداریم. ولی فکر کنید ببینید واقعا شمایی که بودید در اونجا، آیا تمام اینها بالاخره ایرانی هستن؟ اینا اصلا اطلاعاتی رو دارن؟ اینا هیچ فکری نمی کنن که مملکتشون به کجا خواهد رسید و خود خانواده اینا هم جدا از اینا نخواهد بود؟ آقای زاکری؟ خدمت شما عرض کنم، من اول پاسخ سوال آخرتون رو میدم. در اول من میخوام این رو بگم که آقای کحلیلی مقاله ای رو دارن، یعنی اطلاعاتی رو دارن که نمیدونم حالا فردا یا پس فردا منتشر بشه در رابطه با یک مسائل مهمی، قراردادهای ترکمنچای دوم اسمش هست که آیت الله خامنه ای با پوتین امضا کرده. من میخوام از اون آخر من جواب شما رو بدم در رابطه با اینکه چرا آمریکا حکومت محمد رضا شاه پهلوی رو سرنگون کرد، در صورتی که با دال بر اطلاعات بنده، دال بر مواردی رو که بنده مرور کردم و از اونها اطلاع دارم، در سال 1978 یک سال قبل از اینکه حکومت محمد رضا یعنی حکومت جمهوری اسلامی به پیروزی برسه، تقسیماتی شده بود، تقسیمات امنیتی منطقه‌ای بر این مبنا که دولت انگلیس و سازمان اطلاعات انگلیس حوزه فعالیتش رو به دلیل گسترش عمق فاجعه‌ای که چین و اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان تهدید می‌کردن، سیاست مذهبی رو در پیش گرفتن و از سیاست به اصطلاح حکومت‌های تک‌محوری مثل پادشاهی در ایران گذر کردن و تنها برداشت بدی که از ایران داشتن نوع به اصطلاح فرهنگ ایرانی و فرهنگ مذهبی ایران بود. با اینکه انگلیس‌ها بیشتر از 400-500 سال درون ایران سابقه حضور دارن، اما اینکه بیایم بگیم کاملا ایران و ایرانی رو میشناختن، من میتونم به جرئت بگم نشناختن و به همین دلیل هر دو شکست خوردن و آمریکا فریب انگلیس رو خورد
و به سیاست انگلیس و به بازی انگلیس تن داد و محمد رضا شاه رو برکنار کردن و این حکومت مذهبی رو برای مقابله با شوروی سابق و چین بر روی کار رو بردن، چون در افغانستان از این عملکرد خودشون داشتن نتیجه میگرفتن. خب این از سوال اولتون در رابطه با مسائل امنیتی که امنیتی های درون یا اطلاعاتی های درون از این مسائل بهره میبرن و واقعا وطنشون رو میفروشن یا نمیفروشن، باید خدمت شما عرض کنم که درون ایران ما الان فرهنگ های مختلفی داریم، یعنی فرهنگ هایی که بین اقشار مختلف تقسیم شده، فرهنگ جامعه یعنی فرهنگ عمومی جامعه، یک فرهنگ مصرفی شده که دال بر نیاز خودشون، اون نیاز اقتصادی که بر تمام اینها تحمیل شده، برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌های آینده نگری مردم ایران خیلی کوتاه بینانه است، یعنی به مرور میتونن یک هفته آینده خودشون رو مورد بررسی قرار بدن تا اینکه بیان به اصطلاح برنامه ریزی فرهنگی یا برنامه ریزی ملیتی بکنه. یعنی مردم ایران در اصل به وسیله رژیم جمهوری اسلامی ایران از گرده انتخاب آینده خودشون به کنار گذاشته شدن، یک حکومت ملاریسم یا یک حکومت حوزوی در ایران به اصطلاح داره حکومت میکنه و اونها هستن که تصمیم میگیرن به نام ولی فقیه در ایران چه اتفاقاتی بیفته و چه اتفاقاتی نیفته. حالا این شعبده بازی های انتخابات و مسائلی که پیش میاد، رهبران جهان مثل رهبران آمریکا میان خب به هر حال خطاهای استراتژیک میکنن در رابطه با کشور ایران، مرکز ایران، فرهنگ ایران، اینها رو با اعراب بعضی از مواقع من دیدم، اینها رو در حتی جلساتشون که بودم، اینها یعنی ایرانی رو با اعراب تقریبا در یک سبد میذارن و میشینن نتیجه گیری میکنن که این در نهایت یک اشتباه استراتژیک بوده که در نخست آمریکا با اون فهمی رو که انگلیس به خورد آمریکا و سیاست آمریکا داده بود در سال 1978 باعث شد این خطای فاحش از آمریکا سر بزنه و به سرنگونی رژیم محمد رضا شاه بپیوندن و این مسائلی که شما میبینین اتفاق افتاده. حالا چه رویکردهای دیگه و چه سودهای دنیا و ملیتهای دیگر از این اتفاقات دارن، از بهار عربی دارن و بهارهای دیگری که خب ممکنه در آسیا در به اصطلاح در آینده اتفاق بیفته، چون از کشورهای عربی شروع شد به ایران به اصطلاح قرار ختم بشه، اگر به ایران ختم بشه پس از اون پاکستان و هندوستان و مالزی و اندونزی و غیره تا برسیم به مرزهای چین، یک استراتژی بلند مدتی رو دارن. اما ما فعلا چیزی رو که مد نظرمونه، کشور خودمونه، مردم خودمونه، ما چیزی رو که تشخیص میدیم، یعنی ما که اعلام میکنم، ما خب ما افرادی هستیم که در سبد امنیتی یا اطلاعاتی اگر ما رو بخواین بگذارین در یک گوشه‌ای، بررسی‌های خودمون رو داریم، اطلاعات خودمون رو دریافت می‌کنیم، وابسته به هیچ گروه سیاسی یا سازمان اطلاعاتی نیستیم، از هیچ کدوم هم نه خورده داریم نه برده داریم، نه حقوق بگیر کسی هستیم، مسیر خودمون رو برای آزادی میریم جلو، فراجنایی عمل می‌کنیم. اطلاعاتی هم که می‌گیریم به جرأت می‌تونم بگم این اطلاعات تنها به تنها فقط به نیت رسوندن اخبار به درون به اصطلاح قشرهای حرکت کننده اپوزیسیون و اپوزیسیونی که درون ایران خاک، یعنی آتش زیر خاکستر جوانان ایران، سرمایه‌ای که بر به اصطلاح نهفته درون ایران، ما باید این سرمایه رو بتونیم زنده کنیم، به وسیله این سرمایه حرکت کنیم. تنها چیزی کاری رو که ما میتونیم بکنیم دادن اطلاعات از اینکه جلوی این مصالحه ها، جلوی این به اصطلاح نیرنگ ها و تفرقه هایی رو که اتفاق میفته، مذاکرات زیرزمینی، اگر شما شاهد بودین در 3 اکتبر سال گذشته بنده اومدم ملاقات جالری والت رو در دوحه افشا کردم، آقای کعلیلی افشا کرد، یک هفته بعدش نیویورک تایمز اومد این رو افشا کرد، در زمانی که به اصطلاح نیویورک تایمز اومد در اصل به خبر ما پاتک زد به نفع خودشون. خب این به هر حال میدونه نیویورک تایمز یک رسانه دولتیه متعلق به کاخ سفید. اینه که اینو میخوام بگم که خبرهایی که ما میگیریم این خبرهایی هست که دست اوله، خب به وسیله منابع خودمون میگیریم، به وسیله افراد دلسوز میگیریم، داریم افرادی رو که در مقام و مرتبه یعنی سفرای جمهوری اسلامی هستن خارج از کشور، باهاشون رابطه داریم، به واسطه اونها با یک سری افراد دیگه رابطه داریم، اما با هیچ گونه حزب سیاسی خارج از ایران
که بر علیه جمهوری اسلامی باشه یا با خود جمهوری اسلامی رابطه نداریم. ما فرازنایی عمل میکنیم و تنها چیزی که هستش همین خبرهایی که سعی میکنیم در نخست در بین غیر ایرانی ها منتشر کنیم، چون غیر ایرانی ها هستن که میتونن فشار بیارن به دولت های خودشون. همین کاری که ما در حال حاضر میکنیم در آمریکا به وسایل مختلف خبرها رو پخش میکنیم و این خبرها رو سعی میکنیم مقابله کنیم با اهدافی که کاخ سفید ناجوان مردانه یا حتی اروپایی ها ناجوان مردانه در صدد تعامل با جمهوری اسلامی هستن، در صورتی که جمهوری اسلامی تنها چیزی را که ازش وحشت داره تعامل با غرب با آمریکاست. جمهوری اسلامی باید غرب با آمریکا اینو بدونن از مقابله نظامی هیچ وحشتی نداره جناب آقا آتابای، تنها چیزی رو که وحشت داره تعامل با غرب و آمریکاست، چون تعامله که باعث میشه رژیم جمهوری اسلامی به وسیله این تعامل دست به تغییر استراتژی خودش یعنی مرگ بر غرب رو بزنه، که مرگ بر غرب استراتژی اصلی جمهوری اسلامی و پایه‌ای جمهوری اسلامیه و جدا شدن از این استراتژی مهم برای جمهوری اسلامی مرگ همزمان خواهد بود. پس بنابراین غرب با دانستن این مسئله سعی میکنه اون طالبانی رو که خودش به اصطلاح آمریکا درون افغانستان درست کرد، بعد از اون بن لادن رو به اصطلاح درست کرد، بعد از اون اتفاقاتی که افتاد بر علیه خودشون اینها بلند شدن، همین حرکت درون ایران اتفاق افتاد. انگلیس آیت الله خمینی رو آورد، به واسطه اون آیت الله خمینی قدرت رو گرفت، گروه های سیاسی رو همه رو یک به یک بیرون کرد و قبضه کرد قدرت رو و یک تودهنی زد به خود غرب. شما میبینید در طول مدت این 34 سال الی 35 سال تنها کشوری که به عناوین مختلف از ایران با اردنگی بیرونش انداختن برگشته، با حرف بیرونش انداختن برگشته، با سیاست بیرونش انداختن برگشته انگلیس بوده. در طول این 35 سال همه جوره با خود ایران رابطه داشته، با سیاستمدارای رتبه اول رابطه داره. همین آقای حبیبی که معاون به اصطلاح 16 سال معاون اول رئیس جمهور با چند روز پیش فوت کرد، یکی از سوژه‌های خود من بود زمانی که توی سازمان اطلاعات ایران بودم، به عنوان به اصطلاح یک مهره اصلی سازمان MI6 انگلیس یکی از سوژه‌های خود من بود که روش کار می‌کردم. بارها این مسئله رو با رئیس خودم که الان آقای محمدی پوره که رئیس بازرسی کل کشور مطرح کردم، ایشون به من گفت از این خط عبور نکن و دیگه صحبتش هم نکن. خب ببینید این مسائل بوده و هست و ما نمیتونیم بگیم کدوم کشور غربی درون ایران الان موانع و به اصطلاح سکوهای قدرت خوبی داره از نظر جاسوسی یا از نظر که سیاستمداران مال خود کرده. من به طور کلی میتونم بگم جمهوری اسلامی یک حیوان وحشیه که به اصطلاح این اسر یا این به اصطلاح کنترلش خارج شده از دست غرب و غرب با ترفندهای مختلف میخواد این کنترل رو به دست بیاره، اما متاسفانه دیگه این کنترل قابل به اصطلاح به دست اومدن نیست و ما در مرحله هستیم که امیدوارم اپوزیسیون ایران مخصوصا رسانه‌های ایران که شما این زحمت رو میکشین بدونن که بر روی جوانهای ایران بیشتر سرمایه گذاری کنن، مخصوصا این برنامه‌هایی که چند روز پیش من دیدم شما در رابطه با اپوزیسیون جمع شده بودن گروه‌های سیاسی دور هم و تلویزیون‌ها، خب خیلی موفق بود، اما تنها نقطه ضعیف این مسئله جمع‌آوری اون پول از مردم بود که واقعا یک به اصطلاح تیر خلاصی خواهد بود که میتونن از این لحاظ به این حرکت آینده ساز بزنن. امیدوارم ترفندها و مسائل و راهکارهایی برای عبور از این خطر پیدا بشه. خیلی متشکرم آقای کلیلی. ما در اینجا مشکلات وحشتناکی داریم. من نمیدونم برای چند بار باید 5+1 نشست داشته باشه با این آقایون و چند بار من میدونید واقعا گاهی وقتا چون آدمی هستم بسیار احساساتی خودم دیگه نمیتونم کنترل کنم، حالا فرقی نداره با کی صحبت کنیم خطرش چیه دیگه مهم نیست، ولی من دیدم دولت آمریکا که یک زمانی این کشور تا حتی اگر به موجودیتش و قانون اساسیش و پرچمش کسی حمله میکرد چه کار میکرد، از زمان جمهوری اسلامی آزادی و کارت بلانش داد که جمهوری اسلامی هر کاری رو بکنه. بارها 5+1 نشستند و صحبت کردند به جایی نرسیدند و نخواهند رسید.
مشکل در اینجا باید از آمریکا و اروپا و اینا تا مردم آمریکا تا مردم انگلستان درد و نفهمن و نفهمن خودش کشورشون چه کارهایی داره میکنه و چه چیزی هست. متاسفانه ما هنوز نتونستیم در همه این زمانی که در اینجا بودیم تا حتی جوانامونو وادار کنیم با دانشجوانی که دو دانشگاه هستن بر مبنای آزادی و دموکراسی و آن چیزی که خود کشورشون دارن و جوانای آمریکایی و مردم آمریکا قبول دارن، مردم آمریکا رو با خودمون همگام کنیم که در تظاهراتی که ما راه میافتیم به جای مرگ گفتن و دعوا سر عکس ها و نمیدونم نوع حکومت از حالا چی باشه، ما با آن چیزی که جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه و نداره و نخواهد داشت اون رو بشینیم با هم دیگه فریاد بزنیم. به اینجا نرسیدیم، ولی کلن در این حرکتی که شده با وجودی که انای تی وی رسما به عنوان یک مدیا داره کار میکنه، بارها هم گفتیم ما عضو هیچ گروه سیاسی نیستیم ولی یک مدیاییم و دلیل این کاری که در قربت میکنیم برای اینکه از حالا باید بگیم یکی از کمبودهایی که کشور ما داشت و حتی در زمان شاه فقید نداشتن مدیای مستقل بود. اگر مدیای مستقل داشتیم افکاری که تا حتی ناراحت کننده بود یواش یواش در مقابلش صحبت میشد، رنگ های سیاه جمهوری اسلامی و دروغ های پشت پرده کمتر باز میشد. اگر خمینی رو بهش میذاشتن حرف بزنه و تلویزیون ها پخش میکردن و کسی باش صحبت میکرد تفکر خمینی ها معلوم میشد. ولی الان گذشته در حال نمیخوام خیلی برگردیم. شما فکر میکنید که شورای ملی یا این شورایی که باید درست بشه تا شورای ملی موقت رو درست کنه، اصلا این افرادی که هستن شورای موضوع شورای ملی نیستن، اینها شورای موقتی هن که باید شورای ملی درست کنن، شما فکر میکنید از نظر اینتلیجنس سرویس، از نظر امنیتی، آیا دولت آمریکا کمکی به هستن به این کار خواهد کرد یا نه باز هم به خاطر اینی که بخواد ایران رو نگه داره در مقابل کشورهای مسلمان سنی و در هر حال اگه اتفاقی بیفته سنی ها و شیعه ها بتونن مثل حالا به جون هم بیفتن، آیا امکان داره همچین فکری در حکومت مثل حکومت جمهوری آمریکا باشه که پایه‌هاش بر روی آزادی انسان ها و حقوق بشر و برابری است؟ خب ببینیم، همونطور که آقای زاکری خیلی درست تحلیل کردم از قبل از انقلاب تا الان، خب شما باید ببینیم که در زمان شاه فقید روسیه آرزوی دیرینش بود که وارد حوزه خلیج فارس بشه، این قدرتش رو گسترش بده و ایران براش یکی از استراتژیک ترین مکانهای خلیج فارس بود، بلکه عربستان سعودی و غیره برای مدت‌های طولانی انگلیس بعدم آمریکا اینا رو نمیذاشتن اتفاقی توش بیفته و موقعیت سیاسی وجود داشت که همچه اتفاقی بیفته. بنابراین آقای کارتر رو دست خود و بقیهش هم که آقای زاکری توضیح دادن، ولی که الان تو این چهار ساله تمام تلاش آقای اوباما این بوده که بلکه بتونه از طریق یک برخورد دیگه که به جمهوری اسلامی بگه ما شما رو قبول داریم، رژیم حقوقی ایران هستیم، همینطور که آقای هیگل توی هیرینگش گفت که از دهنش پرید بیرون بعد دوباره خودش رو تصحیح کرد و اینو الغا بکنه که به جمهوری اسلامی آمریکا دشمنش نیست و قبولش داره و کنار اومده با این مسئله که این رژیم خونخوار ایران رو رهبری میکنه و بلکه از اون طریق بتونه یه سری درها رو با بکنه. ببینیم این ایده رو، این ایده ای که این نوع اپروچ، این نوع بازنگری موفقیت آمیز خواهد بود، همین لابی جمهوری اسلامی تو واشنگتن به کاخ سفید فروخته که ایشون آقای اوباما میتونه بشه نیکسون، کاری که نیکسون با چین کرد و وارد چین شد، پرواز کرد به چین و روابط درست کرد، بعد روابط اقتصادی گسترش پیدا کرد و اینجوری تونست تأثیر بذاره روی سیاست چین. بنابراین آقای اوباما توی ذهنش این داستان رو خریده که میتونه با حرکتی به سوی ایران به شما رئیس جمهوری که پاشو میذاره تو ایران و به جمهوری اسلامی روابط رو برقرار میکنه و از اون به بعد ادامه میده. بنابراین
متاسفانه این به شکست خورده و هیچ کسی هم نمیتونه کاری بکنه به غیر از ما ایرانی ها، ملت ایران اونجا و ما در خارج. و متاسفانه بارها گفتم که اپوزیسیون متفرقه، یک اپوزیسیون واحد وجود نداره. از اون برم مردم ما پراکنن. من نمیدونم چرا ما ایرانی ها مثل هر جمعیت دیگه نمیتونیم پشت سر هم باشیم، یک هدف رو دنبال کنیم، کمک کنیم به اینی که بتونیم تغییر در ایران بیاریم. و بر ماست که این کار رو انجام بدیم. هیچ کسی دیگه برامون نمیکنه. هیچ کسی دلش نسوخته که ایران الان جنایتکارا دارن این مملکت رو اداره میکنن. به فکر اقتصاد خودشون هم، به فکر ثبات منطقه خاورمیانه و در دنیا. و باز دوباره میگم که الان باید یک حرکت سریع بشه. شما با هم بسیار صحبت کردیم راجع به این مسئله که چه احتیاجی هست و واقعا باید مردم کمک بکنن و اینجا نهایت همکاری رو بکنن که ما صدامون رو فراتر به ایران برسونیم و مردم ایران رو متحد بکنیم که بلکه بتونیم جلوی این خطر رو بگیریم. آقای کهلیلی، آقای زاکری، خیلی متشکرم. وقت برنامه تموم شد. امیدوارم هفته آینده باز بیشتر راجع به مسائل صحبت کنیم و اتفاقاتی که داره میفته روز به روز و ببینیم از همین حرکتی که در هفته گذشته شد و شورای ملی اومدن برای اینکه، البته قرار بر این شد تمام گزارش‌ها دقایق به مدیاهای مثل ما داده بشن که چگونه رفتار میشه بعد از این پشت درهای بسته اگر چیزای امنیتی نیست برای انتخابات، ما باید وجود داشته باشیم ببینیم کیا هستن و چی نیستن. باید روشنگری کرد و روشن با مردم ایران صحبت کرد. از وقتی که شما گذاشتید متشکرم. امیدوارم بازم بیشتر با هم دیگر صحبت کنیم. متاسفانه وقت برنامه من تموم شد. درود بر همه شما و سپاس از همه شما. هر درود بر شما. درود بر شما. دوستان عزیز، ازتون خداحافظی میکنم و برنامه ها وقتش کم هست ولی اشکالی نداره، من هم زیاد خودم وقت ندارم که وقتی بذارم. در صورت اولا که هواپیمای RQ-170 پایگاه نظامی آمریکا در ولایت قندهار افغانستان که برخواسته بود در 420 کیلومتری مرزهای شرقی ایران واقع شده و به گفته میرعلی حاجی زاده، فرمانده نیرو هوافضای سپاه پاسداران، این هواپیما در کشورهای اطراف ایران پروازهای بسیار داشته و عملیات متعدد. ببینید کوتاهتون میکنم، آقایون میگن که ما فیلماش در آوردیم، الان هواپیما رو هم پس نمیدیم و پیش خودشون هم فکر میکنن که هواپیما رو که پس ندن آمریکا دیگه هواپیمایی درست نمیکنه و اینها میتونن اینه یا به چینی ها و کره شمالی ها بدن که اینا رو درست کنن. در هر حال راهی که دارن میرن راهی است که ناچارن تا حتی آقای اوباما، امثال آقای اوباما و هگل و همه اینا که هستن، اینا یک روزی مردم آمریکا خوشبختانه در اینجا مردم هنوز قدرتشون دارن، بلند میشن به من به دولتشون میگن آقا دارید چی کار میکنید؟ با ما چی کردید؟ تمام دوستایی رو که ما داشتیم در اونجا تبدیل به دشمن کردید، تمام تروریست‌ها رو آوردید گذاشتید سر کار و ملت ایران رو دارید گرسنگی و بدبختی میدید. از اون ور دستتون دراز میکنید به طرف جنایتکارانی که خودتون ادعا میکنید باید حقوق بشر باشه. این چیزیست که متاسفانه ما ایرانی ها تا حتی در این کشور آزاد جرأت نداریم با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم. هر کی به نفع خودشه. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم.